اونهایی که قدرت نوشتن دارن با نوشتنشون، اونهایی که قدرت دعوت دارن با دعوتشون، اونهایی که قدرت مالی دارن با مالشون، اونهایی که قدرت سیاسی دارن با سیاستشون، اونهایی که هر استعدادی دارن در عرصه اصلاح و اصطلاح و اصلاح جامعه تلاش میکنن و از اون خرج میدن، قدر اینها را بدانی. این آیت است: و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. و الله تبارک و تعالی اینها را به عذاب نمی کند تا زمانی که اینها استغفار بکنند. یعنی استغفار هم دفع کننده عذاب است، هم جلب کننده رحمت و به اصطلاح مغفرت الله تبارک و تعالی است، و هم جلب کننده خیر و برکات و خوبی هاست در زندگی انسان. یا همون کوتاه‌ترین جمله استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. چی خوب است که هر کدام ما و شما زبانمان با این همیشه بگردد. برادران و خواهران عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سه چیز را خداوند در قرآن به ما معرفی کرده که این سه چیز دفع کننده عذاب الله تبارک به تعالی و جلب کننده رحمت و به اصطلاح مغفرت و نصرت خداوند برای انسانهای مؤمن هست. یعنی تا زمانی که امت اسلامی این ستا در بین اونها باشد، الله تبارک به تعالی اونها را به عذاب نمی کند. این سه چیز چی هست؟ اولش الله تبارک به تعالی در سوره هود آیت 117 این سوره می فرماید: و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. الله تبارک به تعالی هیچ قریه‌ای، هیچ ملتی، هیچ مردمی، هیچ امتی را به عذاب نمی کند تا زمانی که اهل اونجا، مردم اونجا مصلح باشند. مصلحون. ببینید، یک انسان صالح است، یک مصلح است. صالح کسی است که خودش عمل صالح داره، انسان خوبی هست. مصلح کسی است که هم خودش اصلاح شده است، هم برای اصلاح دیگران تلاش می کند. یعنی تا زمانی که در بین امت اسلامی انسانهای صالح باشند، انسانهای مصلح باشند که هم خودشان اصلاح کردند و هم به اصلاح دیگران تلاش میکنند و اقدام میکنند، اونهایی که قدرت نوشتن دارن با نوشتنشون، اونهایی که قدرت دعوت دارن با دعوتشون، اونهایی که قدرت مالی دارن با مالشون، اونهایی که قدرت سیاسی دارن با سیاستشون، اونهایی که هر استعدادی دارن در عرصه اصلاح و اصطلاح و اصلاح جامعه تلاش میکنن و از او خرج میدن، قدر اینها را بدانید. تا زمانی که این مصلحین در بین امت باشه، الله تبارک و تعالی امت را به عذاب نمید. این یک. دوم، الله سبحانه و تعالی در سوره انفال آیت 37 این سوره میفرماید: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. الله تبارک و تعالی به عذاب نمی کند این امت را تا زمانی که تو در بین اینها باشی، پیامبر صلی الله علیه و سلم. در مورد این آیه مفسرین نظریات مختلفی دارند. یک عده نظرشان بر این است که خود وجود رحمت للعالمین، سید المرسلین، در بین امت دفع کننده عذاب الهی است. عده دیگری به این نظر هستند که در گذشته هم تا زمانی که پیغمبر در بین امتشان می بوده، الله اونها را به عذاب نمی کرد. و اگر عذاب قرار بود بیاید، پیغمبر با امو یارانش از بینشان میرفت و بعدن عذاب میامد. ولیکن حرف اصلی اینجاست که خود وجود رحمت للعالمین، سید المرسلین، یعنی آنقدر جایگاه و مقام و عظمتش در پیشگاه الله تبارک و تعالی بالا هست که الله میفرماید: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیه. تا تو باشی، الله تبارک و تعالی اینها را به عذاب نمیگه، تو در بینشان باشی. خب ممکن حالا کسی بگوید که خب پیغمبر که رفته از دنیا، امروز در بین ما نیست، آثار پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بین ما است، احادیث صحیح رسول صلی الله علیه وسلم در بین ما است، مقبره مطهر رسول الله صلی الله علیه وسلم امروز موجود است در بین امت، معجزه پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بزرگترین معجزه پیغمبر که قرآن هست، در بین امت موجود است. و سومین چیزی که خداوند در قرآن گفته تا زمانی که در این امت باشه برای اونها عذاب نمیاد، این آیت است: و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. و الله تبارک و تعالی
اینها را به عذاب نمی کند تا زمانی که اینها استغفار بکنند. یعنی استغفار هم دفع کننده عذاب است، هم جلب کننده رحمت و به اصطلاح مغفرت الله تبارک و تعالی است و هم جلب کننده خیر و برکات و خوبی هاست در زندگی انسان. و امول از الله سبحانه و تعالی می فرماید فقل تستغفروا ربکم، برای نوح علیه السلام میگه برای قوم خود بگو فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله تبارك وتعالى میگه اگر استغفار بکنید در مالتان، اولادتان، زندگیتان، خیر و برکت و رحمت الهی سرازیر میشود، باران رحمت الهی بر شما سرازیر میشود، وسعت و فراخی ایجاد میشود، گناهانتان را الله میبخشد، عذابش را شما دفع میکند. و این استغفار چیست؟ استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه، یا همون کوتاه‌ترین جمله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. چی خوب است که هر کدام ما و شما زبانمان با این همیشه بگردد. اگر در حال مصروف کار هستیم، در هر به اصطلاح وظیفه هستیم، در مسیر راه می رویم، در داخل ماشین، قطار، طیاره هستیم، زبانمان با استغفار در حرکت باشد. بنان این سه چیز است. اولش وجود انسان‌های صالح و مصلح. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. الله تبارک و تعالی قوم و ملتی را ولو که اگر ظالم هم باشن به عذاب نمیکنه اگر چی در بین اونها انسان‌های صالح و مصلح باشه. دومش و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، رب العالمین و عذاب نمیکند تا زمانی که تو در بین اینها باشی. سومش و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. الله تبارک به تعالی هر ملت و امتی که تا زمانی که زبانشان به استغفار در حرکت باشد اونها را به عذاب نمی کند. این سه چیز جلب کننده رحمت خداوند و مغفرت خداوند و دفع کننده عذاب الهی است. امیدوار هستم پیام را گرفته باشید.